زنی که از بهترین دوستش برای گرفتن جون همسر خودش کمک میگیره. گلاسیا سلام، امروز منیم با همگه فیلم The Wasp یا زنبور محصول 2024 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های خیلی پرهیاهوی امسال بود. هیجانش فوق‌العاده بالاه، بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی هدر رو میبینیم که توی پارک نشسته به یه سری کفتر زل زده و داره گریه میکنه. تو دستش هم بدون از این سنگای آرامش بخشه. بعد میریم به خونش رو میبینیم روی دیوار یه عالمه حشره مختلف چسبیده. در آخر هم یه زنبور جلوی پنجره است که هدر میره و اونو توی شیشه گیر میندازه. شوهرش سایمون رو صدا میکنه و بهش میگه فکر کنم تو خونمون یه لوله زنبور داریم، اما اون که اصلا بهش توجهی نمیکنه میره توی اتاق خودش. از همین اول فاصله بین زن و شوهر کاملا مشخصه. سایمون به هدر میگه که فردا یه قرار کاری داریم و بعد شام درست کنی و هدر هم سر تکون میده. حالا هوا تاریک شده، هدر تنها صدای زنبور رو مخشه که اونو میکشتش و همین باعث میشه خاطره ای از گذشته به یاد بیاره. وقتی با بهترین دوستش کارلا داشتن تو پارک قدم میزنن و یه کفتر رو روی زمین دیدن که به شدت آسیب دیده، کارلا سنگی برمیداره و با اون جون کفتر رو کاملا میگیره. روز بعدی میرسه و دوباره سایمون مقابل سر کار که بیرون به یه نفر زنگ میزنه و باهاش قرار میذاره و هدر متوجه میشه و خیلی به هم میریزه. بعد میره پای لپتاپش تا حداقل با دوستش کارلا صحبت کنه بعد سالها، اما بازم جرأت نداره و لپتاپ رو میبنده. همین امشب هم قرار شامیه که سایمون گفته بود، ولی میبینیم که هدر خیلی تنهاست و کلا طرف بقیه نمیره. توی آشپزخونه هم حتی دوباره صدای زنبور میره رو مخش. این بار به سقف نگاه میکنه و متوجه میشه صدا از کجاست. برای همینم با چکش آژیر آتیش رو میشکنه و از زیرش یه کندوی عسل میفته پایین که علاش کلی زنبور بیرون میزنه. سایمون هم سری میاره جفتشون میبره تو اتاق دیگه و درو میبنده. مهموناشون هم که تحصیل انجام میرن و خلاصه همه چیز خراب میشه. یه بهونه کافی برای سایمون که سر همسرش کلی داد و بیداد کنه و بگه فردا زنگ میزنم بیان که اینجا رو جمع و جور کنم. سکانس بعد با کارلا بعد این همه سال آشنا میشیم که بزرگ شده توی سوپرمارکت کار میکنه. حامله هم هستش و بالاخره پیامی از هدر براش میاد که دعوت میکنه با هم دیگه برن بیرون، اما کارلا بهش جوابی نمیده. بعدم میبینه که منتظر پیامی از مردی به اسم لوگانه که انگار خیلی وقت با هم تو رابطن و منتظره که بهش کمک کنه تا بتونه اجاره خونه رو پرداخت کنتش. وقتی هم به خونش میاد میبینیم با یه مرد سمبالاتر خودش ازدواج کرده، 4 تا بچه هم داره و کلا اوضاع خونهشون به هم ریخته است، خیلی بی پولن. به حدی اوضاع خرابه که میبینیم پسری به اسم جیمز به کارلا پیام میده، با هم قرار میذارن. کارلا میره بیرون از خونه، باهاش رابطه برقرار میکنه و در ازای اون پول میگیره، کاری که انگاری خیلی انجام میده. راه برگشت به خونه هم دوباره پیامهای لوگان رو چک میکنه و وقتی جوابی نگرفته بالاخره جواب هدر رو میده و قبول میکنه که هم رو فردا ببینن. روز بعدی که با هم روبرو میشن اول جو بینشون سنگینه و متوجه میشیم که توی دوران مدرسه از یه جایی به بعد دیگه قطع رابطه کردن. سر تجدید خاطرات هم هدر اشاره‌ای به همون قضیه کشتن کفتره میکنه، اما کلا کارلا میزنه زیرش میگه من همچین کاری رو نکردم. بعدم میگه دیلش شده و با هم دیگه سمت سر کارش راه میافتن. هدر حامله بودن کارلا رو بهش تبریک میگه و میگه من و همسرم خیلی وقت میخوایم بچه دارشیم، اما هرچی تلاش میکنیم نمیشه، هرچی دکترم رفتیم جوابی نگرفتیم. کارلا هم که کلا به همه چی مشکوکه میگه آها پس بهم زنگ زدی حتما که بخوای بچه‌مو ازم بخری، و هدر هم میگه من فقط میخواستم ببینمت. همین بس به زندگی شخصشون میرسه و هدر میگه که من فهمیدم شوهرم سایمون داره بهم خیانت میکنه. کارلا میگه حتما الکی مشکوکه، هدر هم که بابا با خودم داره بهم خیانت میکنه، یه آیدی فیک ساختم مخشو زدم، 2 سال دارم باهاش حرف میزنم، الانم گیرال میخواد ببینتم. یه رگ هدر فکر کنم کلا ایرانیه. خلاصه کارلا دیگه کلافه شد و میگه بابا کارم دیر شد، ولم کن و میره محل کارش. بازم هدر میره دنبالش و میگه یه کار خیلی خصوصی باهات دارم، بیا بیرون با هم حرف بزنیم، بهت 10,000 پوند فقط سر همین صحبتمون میدم. کارلا هم که خیلی لنگ پول راه میفته و میره باهاش حرف بزنه. وقتی میرسه هدر بدون هیچ پیش زمینه ای میگه من میخوام که تو همسر من رو بگوشی. کارلا شوکه شده و هدر میگه سایمون سالهاست داره از سوء استفاده میکنه، احساساتمو بازی داده، بهم خیانت میکنه و کلی کارهایی که اصلا نمیتونم بیان بکنمشون. کارلا بازم مخالفه، اما هدر میگه اگه کمکم بکنی 40,000 پوند دیگه بهت میدم. همچنان کارلا مخالفه و هدر بازم توضیح میده که من میدونم چقدر اوضاع مالیت خرابه، میدونم شوهرت یه قماربازی که اصلا به توجهی نمیکنه. کارلا شوکه شده که از کجا اینا رو میدونی، و هدر یه گوشیشو نشون میده و متوجه میشه لوگان همون مردی که کارلا چند وقت داره باهاش صحبت میکنم در واقع هدر بوده و اینطوری میخواسته آمار زندگیشو در بیاره، مثل که هدر از دورگه ایرانیه. به هر حال کارلا خیلی بهش برخورد و میخواد بره، ولی پشیمون میشه و برمیگرده و میگه اگه 75,000 پوند بدی قبول میکنم، که هدر هم میگه اوکی. روز بعدی کارلا هودی و دستکش پوشیده و میاد اینجا و هدر هم آروم در براش باز میکنه که همسایه‌ها متوجه نشن. وقتی میاد داخل توضیح میده که من حاضرم به خاطر 75,000 تا این کارو بکنم، ولی نمیخوام زندان برم، پس باید یه نقشه خیلی دقیق بریزیم. ادامه میده که من خیلی از این فیلمای جنایی دیدم، برای همینم از همه چی باخبرم و از همین الانم دستکش پوشیدم که هیچ اثر انگشتی تو
خونتون جان نذارم. پیشنهاد دیگه‌اش اینه که با همین لوازم داخل خونه کار سایمون رو تمام کنه، بعدم یه سری لوازمو بدزده که بگه مثلا یکی اومده دزدی و این بلا رو سر شوهرش آورده. البته که هدر مخالف این قضیه است، میگه خیلی این دزدی و داستاناس کلیشه‌ای و قطعا بهمون شک میکنن. پیشنهادش هم اینه که با داروی سایمون رو بیهوشش بکنه، بعد به کارلا زنگ بزنه که بیاد هر بلایی دلش میخواد سر سایمون بیاره و در آخر هم اینجا بره. حالا کارلا مخالف این قضیه است چون تو کاربوچه کافی مشخص میشه دارویی به سایمون داده بودن. سوال دیگه کارلا اینه که چجوری میخوان از شهر جسد سایمون راحت بشن و هدر هم میگه که خب این کار توئه، باید تیک تیکش کنی بدین به سگ چیزی بخوره که اصلا چیزی ازش نمونه. کارلا هم میگه فکر کنم تو زیادی فیلمای گلاسیا موویو میبینی رویت خیلی خشنه، بذار همونجوری که دوست دارم خودم انجامش بدم، تو فقط کافیه که سایمون رو مستش کنی، من میام کارشو تموم میکنم. بعدم شروع میکنم به نقش بازی کردن که چه کارهایی میخوان انجام بدن. وقتی که مثلا هدر جنازه شوهرشو کشف میکنه چجوری داد و فریاد راه میندازه و از همسایه‌ها کمک میخواد. خیلی انگار دارن با هم دیگه خوش میگذروندن که کنار هم میشینن و هدر میگه من بچگیم واقعا افسرده شده بودم به خاطر کارهایی که تو با هم میکردی. کارلا میگه الکی گردن من ننداز، موقع نوجوان بودیم و همه اشتباه میکردیم، منم مثل بقیه بودم. اما هدر خیلی دلخوره و کارلا داد میزنه که بگو من چه غلطی کردم، اصلا تو یادم نمیاد. هدر تعریف میکنه که وقتی کلاس هفتم بودن یه روز رفته مدرسه و یه دفعه کارلا باهاش بد شده، حتی حوصله نشه باهاش صحبت کنه و با چند تا از بچهای دیگه شروع میکنن به تحقیر کردنش جلوی همه. حتی کارلا جلو همه داد میزنه که هدر اگه پسرا خوشش میاد توی همون داشته بهش فکر میکرده و کارهای بد انجام میداده. این اصلا باعث میشه که یه لقبی روی هدر بذارن و بهش میگن هدر کثیف. هدر میگه بعد از اون اتفاق تا آخرین سال مدرسه همه این لقب رو میگذاشته بودن. کارلا میگه من نمیبرم اینجا برام سخنرانی کنی، زندگی منم تو نوجوانیم خیلی بد بود، خانواده‌ام همش دعوا داشتن، بابام انقدر یه بار مادرمو زده بود که چشش داشت از جاش در میومد، همون روز دقیقاً اتفاق افتاده بود که بعدش اومدم اون کفتره رو کشتمش. از اون طرف هم هی زندگی شما رو میدیدم، با خانواده‌ات خیلی خوب بودین، تفریح میکردین و همه همدیگه رو دوست داشتین، منم حسودی کردم، اگه جای فهمیدم دیگه نمیتونیم با هم دوست باشیم، برای همینم ترجیح دادم رابطه‌مون قطع بشه. هدرم که عصبانی تر شده میگه همه اینا رو منم میفهمیدم، سعی میکردم بیشتر باهات وقت بگذرونم که آسیب خانواده‌ات بهت نرسه. برام خاطره یکی دیگه از دعواهاشون رو تعریف میکنه. یه بار دیگه که هدر مدرسه بوده، کارلا و چند تا از دوستاش به زور اون رو تو اتاق انباری میکشن و شروع میکنن تا جایی که میخوره کتکش میزنن. حتی یادآوری این قضیه باعث لرزیدن دست هدر میشه. به کارلا میگه من قبلا خیلی عاشقت بودم اما باعث شد ازت متنفر شم، اونقدی دوستت داشتم که حتی وقتی مدیر پرسید کی تو رو کتکت زده اسم تو رو نیاوردم. کارلا بازم شروع به توجیه میکنه و میگه زندگیم سخت بودش، الکی عصبانی بودم و سر تو خالی کرده بودم شو این چرت و پرتا. بعدم میگه اگه نمیخواد در مورد نقشه صحبت کنی من برم، حوصله این حرفا رو ندارم. حالا هدر میخواد که حداقل عکس سایمون رو نشون بده که بدونه اصلا میخوان جون کی رو بگیرن. هدر هم عکسو براش میاره و یه رفیق کارلا شوکه میشه، یاد همون مردی میفته که در قبال پول چند وقت باهاش رابطه داره، میفهمیم که اون همین سایمون خودمونه. هدر در ادامه میگه اسم شوهرم سایمونه اما میدونم که وقتی با تنفروشا میخواد بخوابه اسم خودشو جیمز میذاره. کارلا یکم داره گیج میزنه و حالا متوجه میشه که هدر توی چایی اون داروی خواب آور ریخته بوده. همین لحظه هم یه رفیق با دستمالی بهش حمله میکنه و اونو کاملا بیهوش میکنه. مدتی بعد میبینیم که هدر نامه رو تو خونه همسایه میذاره، برمیگرده داخل و جلوی کارلا میشینه و اونو بهوش میارتش. کارلا سعی میکنه خودش آزاد کنه اما موفق نمیشه و هدر هم دوباره شروع به حرف زدن میکنه. میگه ما هرچی سعی میکردیم بچه دار نمیشدیم، هیچ وقت هم دلیلش رو نفهمیدیم، ولی الان که فکر میکنم مطمئن میشم که دلیلش چی بوده. خاطره دیگه ای رو تعریف میکنه از وقتی که سال نهم مدرسه بودن. یه جشنی بوده که هدر به اونجا دعوت میشه و وقتی مطمئن میشه کارلا قرار نیست بره تو جشن، خودش رو به اونجا میرسونه و خیلی هم بهش خوش میگذره. ولی وسط جشن یه دفعه کارلا سر میرسه، برای همینم هدر سعی میکنه از طرف دیگه فرار کنه و میره توی دستشویی قایم میشه تا کارلا و دوستاش نبیننش. اما کارش موفقیت آمیز نیست به خاطر اینکه کارلا و دوستاش سر میرسن و توی دستشویی اونو خفتش میکنن. کارلا یه عوضی لباس هدر رو در میاره و وسیله تیزی رو به زور توی دم و دستگاهش میکنه و بهش میگه که اینو همیشه بعد از من یادت بمونه. در آخر هم بهش میگه آفرین دختر خوبی بودی و همونجا ولش میکنه. هدر دوباره بهش حمله عصبی دست دوم، میگه چطوری تونستی همچین کار وحشیانه ای رو فراموشش بکنی. بعد میره طبقه بالا و به شوهرش زنگ میزنه و میگه داشتی میومدی خونه بهم میگه پیام بده. لباسش هم عوض میکنه و میبینیم خیلی شیک میاد پایین. متوجه میشه کارلا خواسته فرار کنه و افتاده زمین و از جاش بلندش میکنه. بهش میگه بعد اون کاری که باهام کردید هی توی رحمم یه انسداد به وجود اومده و دکترها دلیلش رو نمیتونن تشخیص بدن. همینطوری هم هی بیشتر از قبل میشه. بعدم میگه حالا میخوام دهنتو باز کنم که حداقل حرف بزنی و اگه دفاعی داری از خودت بگی. اما اگه داد و بیداد کنی جونت رو میگیرم. کارلا هم با آرومی التماس میکنه و میگه منو ببخش. منو موقع یادم داغون بودم، اشتباه میکردم به خاطر رفتاری که خانواده‌ام باهام انجام داده بودن و واقعا دست خودم نبوده. حرف عجیب دیگه‌اش اینه که بیا بچه‌ام اصلا بهت میدم، چون در واقع برای سایمونه. همین لحظه فکر دیگه به سر کارلا میزنه و میگه آها پتو سایمون اصلا در اصل نشه رو ریخته بود
که بچه‌مو به دست بیاری. ولی هدر میگه که سایمون خیلی وقت جونش رو از دست داده، امروز صبح کارشو تموم کردم. بعدم چاقوی رو میاره سمتش و میگه نقشم اینه که الان جون تونم بگیرم و بچه‌ت سالم بیارمش بیرون. کارلای وحشت زده شروع به فریاد کشیدن میکنه و یکی از دخترای همسایه‌ها میشنوه و سعی میکنه ببینه که چه خبره توی خونه. هدر هم دوباره چسب میاره و دهن کارلا رو میبنده و همین لحظه هم براش پیام میاد. میره جلو آینه و شروع میکنه به آرایش کردن خودش و میگه که من فکر میکردم با بچه دار شدن میتونم زندگیمو تغییر بدم، تا وقتی که فهمیدم تو داری با همسرم رابطه برقرار میکنی، توی که زندگی خودم هم قبلا نابود کرده بودی. برای همین حس کردم که دیگه وقت انتقامه، دوباره حس کردم خالی شدم. حالا میاد طرف کارلا و میگه میخوام دست و پاتو باز کنم ولی باید قول بدی که فرار نکنی. همین که این کارو انجام میده کارلا یه دفعه از جاش بلند میشه، با سرعت میدوه طرف دیگه خونه و سعی میکنه فرار کنه، اما میبینه همه درها قفلن. حالا برای دفاع صندلی رو برمی‌داره و در حالی که میخواد سمت هدر حمله کنه، دختر همسایه که بیرون وایساده از پنجره اینو میبینه و مطمئن میشه که کارلا بهش حمله کرده. کارلا میدوه طبقه بالا، اما حتی در و پنجره‌های اونجا هم قفله و هیچ راهی برای فرار نیست. هدر پایین میگه که بیا پایین، هیچ راهی نداری و فقط باید با هم صحبت بکنیم. یه بار دیگه هدر از کارهایی که کارلا باهاش انجام داده بوده صحبت میکنه و کارلا میگه که درسته، من اعتراف میکنم که اون موقع خیلی وحشی بودم، ولی هیچ وقت مثل تو یه همچین چیز دقیق یا برنامه‌ریزی نکردم که یه نقشه دقیق برای قتل داشته باشم. پس تو هم من روانی تری. هدر هم چاقو رو میذاره روی میز و میگه اگه واقعا راست میگی همین الان میتونی که انتخاب کنی، یا مهربون باشی یا وحشی. من تو رو اینجا بسته بودم، تو تهدیدت کردم که میخوام جونت رو بگیرم، الان وقت انتخاب توه. با آرومی سمت کارلا میاد و در حالی که دستش تو جیبشه بهش نزدیک میشه. کارلا که خیلی ترسیده یهو چاقو رو از میز برمی‌داره و ضربه‌ای به شکم هدر میزنه. وقتی دستش هدر از جیبش در میاد میبینیم همون سنگ آرامش بخشش بوده. همین لحظه است که میبینیم سایمون زنده بوده و تازه بیرون میاد داخل و با این صحنه مواجه میشه. هدر در گوش کارلا میگه که آفرین دختر خوبه. همین لحظه میفته زمین. سایمون میدوه طرف هدر اونو در آغوش میگیره، اما دیگه دیره و هدر جونش رو از دست داده. خاطره دیگه از گذشته میبینیم. وقتی کارلا جون اون کفتره رو میگیره، هدر وحشت پا به فرار میذاره. کارلا خودش هم ترسیده و داد میزنه بیا کمک، برگرد کمکم، اما هدر دیگه برنمیگرده. تو زمان حال دختر همسایه پدر مادرش رو صدا کرد و کلی از همسایه‌ها اینجا وایسادن و همین صحنه رو میبینن. حالا همشون فکر میکنن که کارلا و سایمون نقشه ریخته بودن تا یه جوری جون هدر رو بگیرنش. سایمون میدوه بیرون که توضیح بده خودش بیگناهه، اما زن همسایه داد میزنه که ازش فاصله بگیرید. من امروز یه نامه از هدر گرفتم که توش نوشته بوده این دو نفر دارن نقشه میریزن و خیلی ترسیده. سریع هم به پلیس زنگ میزنن. مامورام سر میرسن و هر دوشونو دستگیر میکنن. سکانس آخر فیلم بدن بیجون هدر رو میبینیم که یه زنبور روی صورتش میشینه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. زنبور خب یه ویژگی داره که میدونیم کینه‌ایه و نیشش هم فوق‌العاده دردناکه. برای همین ما خیلی توی فیلم با استعاره زنبور مواجه میشیم و در واقع هدر یه زنبوریه که میخواد انتقام بگیره و نیش خیلی دردناکی هم داره. فیلم یا در مورد تراماهای نوجوانی صحبت میکنه که میتونن تمام آینده یه نفر رو شکل بدن. تراماهایی که عموماً از بهترین دوستای آدم شکل میگیره. امیدوارم هیچ کسی تجربه نکرده باشدش، ولی اگر این تجربه رو داشتی بدونید تنها نیستید. برای خیلی یا پیش میاد و واقعاً دوران نوجوانی تا حالا همون دبیرستان و این چیزا خیلی اتفاقای بدی برای آدم ها میفته. همشون من نزدیکترین کسام. ما این آخرین لحظه فیلم یه فلش بک دیگه میزنیم به لحظه ای که هدر از اون اتفاقی که جون کفتر رو گرفتن ندیده بوده. لحظه ای که خود کارلا هم ترسیده و درخواست کمک کرده، ولی خب هدر برنگشته. اینجا میاد یکم دیدگاه ما رو تغییر میده و ما هم میفهمیم که کارلا شاید واقعا اونقدری وحشی نبوده. شاید کارلا هم خیلی آسیب دیده. اون لحظه که دوستش تنهاش گذاشته خیلی براش دردناک بوده و برای همین هم مثلا رابطش رو با هم تموم کرده و کم کم به دشمنی تبدیل شده. چون در واقع توی همون بار اولی که جوری کفتر رو میگیرن، این هدره که پیشنهاد میده همچین کاری رو باهاش بکنن، ولی انقدر میترسه که کارلا دست به کار میشه. اما به هر حال چیزی نمیتونه کارهای کارلا رو توجیه بکنه. کاری که دیدیم باعث شده حتی هدر نتونه بچه دار بشه بعد این همه سال. اصلا بلاهای سرش آورده بوده که به تراما تبدیل شدن براش. هنوز وقتی یادشون میفته دچار حمله عصبی میشه، بهش پنیک دست میده. این چیزا واقعا قابل بخشش نیستن، برای همین نمیتونیم کارلا رو توجیهش بکنیم. به هر حال واسپ یه فیلم خیلی خوب در مورد انتقام، در مورد زنی که کینه گرفته و برای اینکه به هدفش برسه حتی از جون خودش هم میگذره. یکی از فیلم‌های خوبه امسال بود و امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.